بعد از احضارها و تشکیل پرونده‌های قضایی تقریباً به اکثر بازیگران زن گفته شد که اجازه کار در سینمای بعد از انقلاب رو ندارن و اگه قصد ادامه زندگی در ایران رو دارن نباید در محافل عمومی حاضر بشن. ستارگانی که زمانی صرف حضور نامشون تماشاگران رو به سینماها می‌کشون حالا نباید حتی حضورهای اجتماعی هم می‌داشتن. خانم فروزان از اون زنان مشهوری بود که در سخت‌ترین شرایط به زندگی خودش بعد از انقلاب ادامه داد و سرنوشت تلخی داشت. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به سرنوشت فروزان، بازیگر قدیمی بعد از انقلاب می‌پردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. فروزان برخلاف بسیاری از بازیگران و خوانندگان ایرانی پیش از انقلاب که مهاجرت کردند به دلایلی که هیچ وقت مشخص نشد، در ایران ماند و از کار هنری منع شد و بعد از اون بر پرده سینما دیده نشد. او به خواست خودش هیچگاه در جمع هنرمندان و دوستانش ظاهر نشد و حاضر به انجام مصاحبه با هیچ یک از کانال‌های تلویزیونی و انتشار تصویری جدید از خودش نشد. جایی در میانه خاطراتش از روزهای سختی گفت که در دهه 60 داشته و به قول خودش تحمل کرده. روزهایی که دیگه براش هورا نمی کشیدند و در میوه فروشی محل به صورتش آب دهان انداختن. از اون هورا و این آب دهان بیش از چند ماهی نگذشته بود. در سالهای آخر زندگیش کمتر خبری از اون در رسانه ها منتشر می شد. اما امیر امینی روزنامه نگار خاطره‌ای رو از دوران زندگی فروزان منتشر کرد که باعث تعجب خیلی ها شد. ایشون گفته بود خبر فوت خانم فروزان منو به یاد خاطره ای از ایشان انداخت. اموال فروزان مانند بسیاری از هنرپیشگان در اوایل انقلاب مصادره شد. از جمله خونه اون در خیابان ایتالیا که ویلایی بسیار بزرگ و شیک بود و بنیاد مستضعفان اونجا رو گرفت. تو اون ساختمون همه امور بنیاد انجام میشد. از جمله مجله جانباز ارگان بنیاد هم از همین خونه منتشر میشد. در سال 66 که من معاون سردبیر مجله بنیاد بودم، نگهبان‌های خونه میگفتند که هر شب یه خانمی ناشناس میاد اینجا و با غرور تمام و بدون اجازه ما وارد خونه میشه، باغچه‌ها رو آب میده و میره. یک شب دو نفر از مدیران تصمیم گرفتن شب در دفتر مجله بمونند و از کار این بانوی اسرارآمیز سر در بیارن. من همون شب با دوستان روزنامه‌نگار موندم و در کمال حیرت دیدم زنی که آخر شب‌ها به خونه سر میزنه فروزان صاحب قبلی خونه است. او با همون زیبایی خاصش در سینما و با متانت وارد خونه میشه و بدون اینکه حرفی بزنه یه راست میره سراغ باغچه و مشغول آب دادن به گلها میشه. دوستان و همکارانی که مذهبی و محافظه کار بودن از ترس بدنام شدن جرأت نکردن با فروزان هم صحبت بشن. اما من که هرگز بلد نبودم و نیستم همرنگ جماعت بشم و اعتقادات خاص خودم رو داشتم و دارم، جلو رفتم سلام کردم و گفتم خانم فروزان، من روزا اینجا توی این خونه نماز میخونم. شما به عنوان مالک اصلی این خونه راضی هستید یا نه؟ به نظرم هنوز دلتون با این خونه هست. جوابی که فروزان اون شب کنار باغچه خونه تصاحب شدهش به من داد تو ابد در دل و مغزم موندگار شد. او در پاسخ به من تنها یک جمله گفت: آقا پسر، ببین اگه قبل از انقلاب نمازخون بودی من راضیم، اما اگه بنا به مصلحت این دور زمونه و برای منافع خودت یهو مؤمن شدی و مثل خیلی ها نماز میخونی، بدون که من هرگز راضی نیستم. من تا ابد یاد و کرامت خانم فروزان رو فراموش نکردم. پروین خیربخش با نام هنری فروزان، زاده 4 شهریور 1316 در بندر انزلی، بازیگر مشهور سینمای ایران بود. از سال 1341 با دوبله و گویندگی در نقش‌های دوم و سوم فعالیت خودش رو آغاز کرد و تا سال 1344 ادامه داد. از سال 1342 با بازی در فیلم‌های ساحل انتظار به کارگردانی سیامک یاسمی به عنوان بازیگر شروع به کار کرد و تا سال 1356 در سینما فعال بود. فیلم دایره مینا در سال 57 به کارگردانی داریوش مهرجویی تنها فیلم فروزان در سینمای موسوم به موج نو بود. اما اون در فیلم‌های کارگردانان صاحب نامی مانند علی حاتمی، فریدون گله، شاپور غریب و غیره نیز حضور داشت. فیلم‌های گنج قارون، ساحل انتظار، خاطرخواه، انسان‌ها، بابا شمل، ایوب و دالاهو از فیلم‌های مشهور و پرفروش اون بودند. اون نزدیک به 15 سال در سینمای حرفه‌ای فعالیت کرد که عمدتاً به نقش‌آفرینی در سینمای تجاری محدود بود. او همراه با محمد علی فردین از ستارگان آثار موسوم به فیلم فارسی بود. حضور فروزان تو این گونه فیلم‌ها تضمینی برای موفقیت مالی فیلم ارزیابی می‌شد.
با این حال در کارنامه فروزان چند فیلم متفاوت از بقیه نیز به چشم می‌خورد که حاصل همکاری اون با کارگردانانی چون داریوش مهرجویی و علی حاتمی شد. در سال 48 در نخستین جشنواره سپاس برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم تنگه اژدها از ساخته های سیامک یاسمی شد. فروزان مانند بسیاری از بازیگران سینمای بدنی پیش از انقلاب بعد از انقلاب ایران در سال 57 دیگه اجازه فعالیت پیدا نکرد و خانه نشین شد. او برخلاف بسیاری از بازیگران ایرانی پیش از انقلاب که مهاجرت کردند در ایران موند و در سالهای آخر زندگی کمتر خبری از اون در رسانه ها منتشر می شد. فروزان گفته بود من دیگه حاضر نیستم در فیلم بازی کنم و کارگردان دستور بده یک کمی سکسی تر دامنت رو ببر بالا خانم فروزان. در سالهای آخر فعالیت فروزان یکی از خبرنگاران هنری مجله ملاقات و گفتگویی با فروزان ستاره معروف سینمای ایران داشت. خبرنگار به همراه عکاس به خونه فروزان رفته بودند تا برای روی جلد عکسی از فروزان تهیه کنه. فروزان هنگامی که جلوی دوربین قرار گرفت و حالت سکسی به خود داد با لحن مخصوص خودش گفت این دفعه آخر باشه که اینطور از من عکس میگیرید چون من سینما رو بوسیدم گذاشتم کنار. انشاءالله سینما هم من رو کنار بذاره. یکی از دوستان فروزان که اون لحظه حضور داشت با شنیدن این حرف گفته آخه سینمای ایران نمیخواد ستاره‌ای نظیر شما رو از دست بده چون هنوز کسی رو نداره که جای شما رو بگیره. فروزان به دوستش جواب میده و میگه خب به من چه جونم، من که نباید جور دیگران رو بکشم. خبرنگار گفته بود وقتی فروزان این جملات رو بیان میکرد از رنگ خستگی و اندوهی که بر چهرش نشسته بود میشد به آشکار خوند که نسبت به سینما احساس دلزدگی کرده. او در دهه 50 مسیر متفاوتی رو در انتخاباش پیش گرفت و گزیده‌کارتر از دهه 40 به فعالیت پرداخت، اما در مجموع در بیش از 55 فیلم نقش آفرینی کرد. در سالهای آخر زندگی کمتر خبری از اون در رسانه ها منتشر می شد. فروزان بعد از 37 سال انزوا فوت کرد. 4 روز قبل از مرگش به دلیل کمردرد شدید به بیمارستان پارس تهران مراجعه می کنه و سپس به منزلش منتقل می شه و سرانجام یک شنبه 4 بهمن 1394 در سن 78 سالگی در منزلش در تهران درگذشت و روز 5 بهمن در قطعه 73 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.